سلام، معاون سیاسی گروه طالبان درباره این که چگونه به یک افغانستان با ثبات، مستحکم و پیشرفته رسیده شود چیزهای نوشته. در نخستین سطر این نوشته گفته شده که امارت اسلامی به فاجعه و تمامی عوامل که شهروندان افغانستان را در 40 سال اخیر در آتش رسیدن به یک افغانستان با ثبات سوزانده نقطه پایان خواهد گذاشت. در این نوشته موفقیت گفتگوهای صلح و عملی شدن توافقنامه دوحه تاکید شده. ملا برادر گفته که حقوق شهروندان افغانستان و ویژه حقوق زنان بر بنیاد آموزه های دین اسلام محفوظ خواهند ماند و گروه طالبان در پی به میان آمدن یک نظام واقعی اسلامی است. اما کیستی و چیستی عامل آنچه در این نوشته فاجعه در افغانستان گفته شده کدام ها هستند؟ نظام واقعی اسلامی به چی معنا و در این باره چی می دانیم؟ حفظ حقوق شهروندان چگونه؟ این حقوق را کی ها تعریف خواهند کرد و در توافقنامه دوحه چگونه موفقیت گفتگوهای صلح رقم خواهند خورد؟ نخست گفتگوی را که شریف امیری با گلبدین حکمتیار در این باره انجام داده ببینید. پس از آن در همین باره با آقایان لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور و دکتر سجادی عضو مجلس نمایندگان افغانستان بحث خواهیم کرد. در بیش از 2 ماه گذشته بیش از 40 ولسوالی به دست طالبان سقوط کردند و از سوی هم مذاکرات در دوحه با بنبست روبرو است. اینکه پشت پرده این موضوعات چی میگذرند و راه حل چی است، این موضوعات را با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در میان میگذاریم. بسیار تشکر از فرصت که به شما دادین. چرا ولسوالی ها یکی پای دیگر سقوط کرده میرن؟ مشکل در چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای دی شاید سقوط ولسوالی ها یکی پای دیگری خلاف انتظار بود، ولی وضعیت در مجموع چنان پیش آمد که ایره باید یک حادثه طبیعی شمرد. حکومت 100% متکی بود بر حمایت زمینی و هوایی نیروهای خارجی. به گونه عاجل، غیر مسئولانه، بدون اینکه حکومت کابل هم در جریان بگذاره، موافقهش حاصل کنه. نیروهای خارجی به طور یک جانبه تصمیم گرفتن که افغانستان را ترک. حتی مادیر هم که با طالبان در رابطه داشتن به تمکین نکرد. و ای که در برخی از ولسوالی ها و حتی جنگ هم صورت نمیگیره، ولسوالی ها سقوط میکنه، آیا برنامه پشت پرده چیز است؟ یعنی این پلان شده بوده به نظرتان یا خیر؟ حتما دستای در این دخیل بود. کیا بودن مثلا؟ ضرور نیست من به طور مشخص نام ببرم، ولی یعنی میگویند که گویا در این رمزای استخباراتی وجود دارد. یعنی که اونا میدانند که ولسوالی ها چرا سقوط کردند، رمزش چه بوده. در برخی از نقاط احساس میکنیم که اینا عمدن و قصدن این کار کردن تا طالبان را با یک تعداد از گروه های دیگری درگیر کنند، مخصوصا با حزب اسلامی. در بغلانی را خواستن، در لغمان و در جای دیگری. به هر صورت دستای دری دخیل بوده که برخی از مناطق بدون هیچ نوع جنگ و بدون هیچ نوع مقاومت با همه تجهیزاتش و مخالفین مسلح دولت تخلیه شده و سپرده شده. و حکومت خود دست نداره به نظر شما در سقوط ها؟ حلقه های در داخل حکومت حتما دست داشت. حلقه های در داخل حکومت در این سقوط ولسوالی ها دست داشت. و این افزایش خشونت ها در حال صورت میگیره که مذاکرات در دوحه با بنبست رو براست. فکر میکنین علت چی است؟ چرا مذاکرات در دوحه با بنبست رو براست؟ دلایل عمده شاید ای باشه که یک، وسید در این مذاکرات یک جهت بی‌طرف و بی‌غرض نبود.
در حالی که اینا مذاکرات به یک وسیط و میانجی بی‌طرف ضرورت داره. اما در این مذاکرات دوحه نه تنها وسیط و میانجی یک طرف بی‌غرض و بی‌طرف نبود، بلکه عامل اصلی جنگ بود، حامی یک طرف. ثانیاً مذاکرات بین دو طرف درگیر بود، دو طرفی درگیری که جنگ‌های طولانی میان خود هم، میان هم داشت و توافق بینشان هم شبه محال محدود بود به مذاکره بین دو طرف درگیر. جدهای معاصر دیگری که خواهان صلح مخالف ادامه جنگ و از اکثرت ملت هم نمایندگی میکنند، اینا در مذاکرات حضور نداشتند و حتی شرایط هم پیش آمده که طالبان خواستند که با برخی از طرف ها وارد مذاکره شن، اما این موقع را به اونا نداد. فکر میکنین این فرصت در حال از دست رفتن است و طالب واقعا سال میخواد؟ ما فکر میکنیم که نخست باید چگونگی مذاکرات دوحه هم از لحاظ ترکیب هیئت ها تغییر کنه و هم از ناحیه محلش و هم از ناحیه وسیط. باید انتقال شد به یک محل سازگارتر دیگری و در اونجا شرایط طوری فراهم شود که بین همه جهات های تأثیر گذار در جریانات افغانستان مذاکرات صورت بگیرد. یعنی فرصت از حال از این سفر کدام طرف نباشد، محدود و منحصر به چند طرف شخص نباشد. به نظر شما در دوحه نتیجه نخواهد بده؟ وسیط هم باید به طرف باشد. اگر امکانی وجود داشت که در دوحه مذاکرات به یک نتیجه برسه، باید تا حال میرسه. این محل باید تغییر کنه. دقیق. ملا عبدالغنی برادر امروز یک نوشته از آدرس از او پخش شد از طرف گروه طالبا که او بر رهایی زندانیا و سفید شدن فهرست مقام های بلندپای طالبا از لیست سیاه سازمان ملل و امریکا است و در ضمن خواسته که نظام آینده باید یک نظام اسلامی باشه. شما با اونا دیدار داشتین، واقعا تعریف اونا از نظام اسلامی چی است؟ این نظام فعلی به نظر اونا غیر اسلامی است؟ نه، نوشته منصوب به ملا برادرم مطالعه کردیم و دیداری تفصیلی هم با او در مسکو داشتم، تفصیلی و مفید در مورد صلح، جنگ، طرح صلح، صحبت های تفصیلی صورت گرفت. در این نامه هم چیزی تازه را نیافتم یا مطالب سابقه طالب هست و چند مسئله خیلی مهم و حیاتی و اساسی در رابطه با صلح پرداخته نشده، مثل اینکه انتقال قدرت به یک حکومت انتقالی، چگونگی ساختن یک حکومت، آتش بس دائمی یا مشروط و برگزاری انتخابات، نقش مردم در تعیین زعامت آینده، در انتخاب زعامت آینده، مسائل اساسی که صلح به این مربوط است، در این نامه به او پرداخته نشد. توافق کنیم که حکومت بعدی ما باید منبعیس از اراده مردم باشه و اراده مردم تمکین شود، انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود، هر که مورد حمایت اکثرت مردم بود حکومت آینده را بسازد. به نظام اسلامی تاکید دارن، چی فرق داره؟ چی میخواین؟ آیا به نظر شما بر میگردن با همون نظامی که قبلا اینا داشتن یا به نظر شما کدام تعریف دیگه دارن اینا از نظام اسلامی؟ اینا ضرورت دارن به یک تعریف واضح در رابطه به نظامی که میخوان. کافی نیست بگویم حکومت اسلامی و نظام اسلامی، با آنکه نظام اسلامی کاملا واضح است، روشن است، اما به یک تعریف ضرورت داره، تعریف مشخص و واضح. تا این لحظه متاسفانه طالبا نتوانستن یا فرصتی را نیافتن که یک تعبیر و تعریف واضح و روشن از حکومت آینده داشته باشه که در او
هم چگونگی نظام مشخص شد، هم چگونگی انتخاب زعیم، هم نقش مردم در انتخاب زعامت و شورا، چگونگی انتخاب امیر، صلاحیت امیر، مرجع عزل و انتخابش و کی دائم العمر است یا برای یک مدت کوتاه انتخاب میشه، برای چه مدتی، نقش مردم در انتخابش چیست، نقش احزاب سیاسی، مسائل مهم دیگری که شما با اونا دیدار داشتین، آیا به انتخابات باور دارن؟ ما در رابطه به انتخابات هم با اونا صحبت های داشتم، گفتیم اگر ابهاماتی در مورد انتخابات وجود داره و شما تشویش های دارین، سوال های دارین، میشه ترتیبی گرفت که تشویش ها رفشا. گفتیم انتخاب به عنوان یک اصل باید بپذیره، بدیل نداره، بدیلش جز جنگ چیز دیگری بوده نمیتونه. ما جواب منفی از اونا نشنیدیم، اما البته جواب مثبت هم نشنیدیم. تا به این لحظه متاسفانه در رابطه به انتخابات طالبا یک موضع روشن و واضح نداره. دقیق. و شما گفتگوی قرائشی را حتما شنیدین، اونا بر رسمیت شناختن مرز دیورند تاکید کردن. فکر میکنین که نیاز است چنین بحث های بالا شود و این مرز به رسمیت شناخته شود؟ قطعا نیازی به این و بحث هاست و نه فرصتش هست و نه در افغانستان مرجی وجود داره که بتانه در این موارد، در موارد مثلی تصمیم نهایی را بگیره. این مسائل برمیگرده به یک حالتی که جنگ خاتمه یافته، امنیت تأمین شده، ما از جنگ فارغ شدیم، یک حکومت قوی مرکزی داریم، انتخابات برگزار شده، یک پارلمان ممثل مردم خود داریم که بتانه در رابطه با قضایای مهم ملی مثل سرحدات، مشکلات را که ما با همه همسایه خود داریم، تنها پاکستان نه بلکه با همسایه های دیگری خود هم مشکلات را داریم، در مورد این قضایا باید صبر کرد و افغانا را هم از انگشت زخمیش نگرفت. باید بگذاریم که یک مرجع عالی ممثل مردم که صلاحیت تصمیم در این قضایا را داشته باشد، یک مرجع درست شود و این قضایا باید به او محول شد. در این شرایط هیچ کسی هم، نه رئیس جمهور، نه پارلمان، نه کابینیش، نه احزاب سیاسی، هیچ گروهی هم نه صلاحیت دارن نه حق را که در این موارد با یک طرفی بحث بنشینه و به توافق برسه. حکومت افغانستان در تلاش ایجاد یک شورا به نام شورای عالی دولت است و شما عضویتتان در او شورا رد کردین، چرا؟ دلیلش روشن است. مذاکرات سی جانبی را که با آقای اشرف غنی داشتیم به توافق رسیدیم که باید یک شورای مقتدر به نام شورای عالی دولت داشته باشیم که اجماع سیاسی را تمثیل کنه و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل مهم ملی به شمول صلح و جنگ باشه. در رابطه با تعدادش هم صحبت شد که چند نفر باید باشه، رهبران چند جنای تاثیرگذار، نامم گرفته شد، تعدادم تثبیت شد، ولی متاسفانه اینا بعد خود نیستادن و جهت های در داخل دولت چنانن که میخواهند حق ویتو داشته باشند و یک مرجع ممثل مردم که اجماع سیاسی را تمثیل کنه و تصمیم در رابطه با قضای مهم ملی به او محول شد، با تاسیس یک نوع مرجع موافق نیستم. در این لحظه دولت نتوانسته حتی اختلافات داخل نظام هم رفع کنه، گروه های شامل حکومت موضع واحد داشته باشه. و اختلاف ها سبب شده که تانوز ایجاد نشه این شورا؟ نشده و نخواد شد. وضعیت را که فعلا حکومت داره و با این سابقی که داره، انتظاری را داشتن که اینا بتانن مشکلات داخلی خود حل کنن، برای یک شورای عالی و با صلاحیت توافق برسن، امکانش کم است. ناتو و امریکا تلاش داره که مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی را بسپارن پس از خروج کامل به نیروهای تارک.
نگرانیشان هم از چگونگی حضور دیپلمات ها در کابل است. فکر میکنین که یک نگرانی بجاست و یک تصمیم بجا خواهد بود؟ اگر اجازه بدین من قبل از اینکه به این سوال جواب بگویم در رابطه به سوال قبلی تان عرایزی داشته باشم. پس از اینکه اینا با تشکیل شورای عالی دولت عالی ترین مرجع تصمیم گیری از تعهد خود عقب نشینی کردن، ما یک طرح بدیل دادیم، گفتیم شما میدانید به عنوان دولت اعضای شامل حکومت و چگونگی تأسیس این نوع شورا، نامش مشورتی میگذارین، صلاحیت میتین، تعدادش کم و زیاد میکنین، شورای غربی از شما میخوان که حضور زنا پر رنگ باشه و تعداد بیشتری داری حضور داشته باشه، خوب است همه این را مراعات کنین، یک شورای بزرگتر بسازین، هر عنوانی را که برش انتخاب میکنین نمام. اما شما در کناری ضرورت دارین که در رابطه با صلح با طرفهای دیگری، با اپوزیسیون و احزابی که در حکومت حضور نداره یا بر سیاستهای حکومت اعتراض داره، با اینا در رابطه با صلح به یک اجماع برسین و در رابطه با یک طرح واحد و عملی و معقول به توافق برسین. ما به یه آماده است در رابطه با مسائل صلح با هم بنشینیم، مواضع خود توحید کنیم، با یک طرح عملی معقول بریم، در نشست استانبول شرکت کنیم با اراده رسیدن به صلح. اما متاسفانه که با هم توافق نکردن. به هر صورت اینا ادامه همین وضعیت فعلی را میخوان. میتونیم بگوییم که اصلا مشکل اینا ایست که خواهان ادامه همین وضعیت هم. محاسبه و برداشتشان ایست که اگر یک توافق با میان آمد و یک قدرت به یک حکومت جدید انتقال شد و صلح صورت گرفت که اینا باز با یک مشکل بزرگ روبرو میشن، با محاسبه جدی از عملکردهای گذشتهشان، از تصرفاتشان، از غارتهایی که کردن، از سرمایه‌ای را که به خارج انتقال دادن. به خاطر ترجیح میتن که وضعیت دمی شکل باشه، یعنی حکومت مانی صلح هست، یا اینا در اقتدار باشن و یا نامنی، جنگ، تشنج، بدنظمی، عدم یک حکومت نیرومند مرکزی که با اینا با محاسبه بنشینه، این را ترجیح میدن و طالب هم از این فرصت نفت میبره. طبیعیست به سود هیچ کسی هم نیست. اگر بر بگردیم به پرسش درباره میدان هوایی کابل، سپردنش به نیروهای ترک یک تصمیم درست خواهد بود؟ هنوز مشخص نیست که ترکیه پذیرفته یا نه. اردوغان پذیرفته بود. هنوز مشخص نیست که آیا به شرایطی که ترکیه وضع کرده اروپا و امریکا جواب مثبت گفته یا نه. این رو میتونم بگویم با همه صراحت و جرأت که فعلا در همه کشورهای منطقه و شمولی کشورهای همسایه ما تأثیر گذار در جریانات افغانستان دور و نزدیک، وسط منطقه و وسط دنیا، شاید ترکیه یگانه کشوری باشه که میشه رویش حساب کرد و میشه او را بی‌طرف و بی‌غرض خواند. کشور دیگری را در منطقه سراغ نداره. اگر قضیه ای باشه که اروپا و امریکا مشترکاً تصمیم گرفتن که برای ترکیه نقشی را فراهم کنن، زمینی نقشی را فراهم کنه که در رابطه با خاتمه جنگ و تامین صلح مؤثر باشه، که خوب میشه روی از این بحث کرد. اما این نکات هم باید در نظر داشت که نشوه امریکا میخواهد پای ترکیه را به جنگ بکشند، که در صورت باید انقره متوجه باشه و حسابی گام برداره، با احتیاط کامل باید گام برداره. ما از نقش مثبت هر کشوری که بی‌غرضانه بخواهد افغانا را کمک کنه در خاتمه جنگ و رسیدن به صلح حمایت میکنه.
سلامت باشین، تشکر از وقتتان. زنده باشین. سلامت. ادامه محور، نوشته ملا عبدالغنی برادر درباره چگونگی رسیدن به افغانستان باثبات، مستحکم و پیشرفته. مهمانان هم چنان که گفته شد، دکتر سجادی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و آقای محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در استودیو هستند. دوباره خوش آمدید میگم شما را. سجادی صاحب، نوشته ملا برادر خان درباره چگونگی رسیدن افغانستان به ثبات و صلح و پیشرفت. خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما آقای محمود و بینندگان محترم. بله، به هر حال ملا برادر یکی از چهره های مؤثر در گروه طالبان هست و اظهاراتی که میکنه نوعا مانند هر رهبر سیاسی مورد توجه قرار میگیره، فارغ از اینکه محتوای او صحبت چقدر استحکام داشته باشه، جدید باشه یا نباشه. نفس این که به هر حال یک مقام بلند رتبه طالبان در ارتباط با مذاکرات صلح، آینده نظام سیاسی افغانستان و مسائلی که گره میخوره با سرنوشت سیاسی جامعه ما اظهارات میکنه، طبعا هر فرد علاقمند که رو بشنوه و ما هم دیدیم نوشته رو. بسیار خوب، چی یافتین؟ خب یک سری نکات تکراری بود مانند گذشته و او ای که به هر حال طالبا میخواهد که به هر حال وضعیت نابهنجار و غیر قابل تحمل کنونی را پایان بده و به حقوق زنان، حقوق شهروندی و امثال اینها متعهد هستند. اما متاسفانه مثل گذشته کدام پیشرفتی در این نوشته یا این رقم اظهارات مشاهده نمیشه، به خصوصی که داعیه که طالبان از او خیلی شعار میده بحث تاسیس حکومت اسلامی هست، چیزی که در آغاز در واقع مذاکرات دوحه بین طالبان و آمریکا هم در او سند از این سخن یاد شد و در رسانه ها مورد تبصره قرار گرفت. تا امروز در رابطه با محتوا و ماهیت و عناصر اصلی آنچه که ملا برادر و طالبا و حکومت اسلامی می‌نامند متاسفانه ارائه نشده، لذا ندید روشن برای افکار عمومی مطرح است در ارتباط با تعریف طالبان از نظام اسلامی و نه متاسفانه این نوع اظهارات کمک کرده میتونه برای اینکه ما یک گام به جلو حرکت بکنیم. درسته، ما آقای برادر در همین نوشته گفته که بر نگرانی ها درباره همین مسئله در مذاکرات میان افغانان درباره چگونگی نظام آینده بس میشه و از اونجا جان خواهد گرفت نظام آینده و نگرانی ها هم ربط میگیره به همین مذاکرات. فکر میکنید یک گپ معقول است؟ ببینید، طبعا هنوز هم طالبان برخی از مسائلی را که مطرح میکنن بیشتر آرزو یا آرمان یا در واقع ایده های تبلیغاتی است برای بسیج جوانان و سربازگیری. بحث حکومت اسلامی برای همه شهروندان افغانستان یک مسئله جدی است و به همین لحاظ هیچ اصلی در نظام موجود هم به اندازه ای که اصل اسلامی بودن نظام مورد تاکید قرار گرفته توجه نشده. ماده 3 قانون اساسی موجود در واقع اصل حاکمه یا ماده حاکمه است که بر تمام ساختار قانون اساسی حاکمه و اونجا میگه که هیچ قانونی در افغانستان نمیتونه مخالف معتقدات و ارزش‌های اسلامی باشه. مبنای نظام سیاسی قانون هست. وقتی قانون نمیتونه مغایر ارزش‌ها و معتقدات اسلامی باشه، من فکر کنم که بالاتر از این نمیشه یک تعریف را از اسلامی بودن نظام ارائه کرد، مگر در ارتباط با پالیسی ها و برنامه ها و جهتگیری های حکومت در ارتباط با بحث های مانند انتقال قدرت، بحث انتخابات، حق رأی، حقوق اساسی اتباع، حقوق شهروندی، حقوق زنان و بحث های دیگه ای که وجود داره که در این ارتباط هم در نوشته ملا برادر و همچنین اظهاراتی که مقامات طالبان انجام میده چیز روشنی تا کنون ارائه نشده. البته
در نوشته اخیر ملا برادر یک نکته به نظر من میتونه تا حدودی مثبت هم باشه و او ایست که نشان میده که به هر حال طالبان یا حداقل ملا برادر و بخشی از چهره های سیاسی طالبان باور دارند که جنگ و ادامه این منازعه راه حل نیست و بالاخره در نهایت باید یک راهی برای بیرون رفت از این بنبست جنگی ایجاد شود تا اینکه رنج و درد مردم افغانستان به پایان برسه. بسیار خوب، فرصت کم داریم تا میان برنامه. آقای محمود با شما پس از میان برنامه فرصت میتونم اجازه بدین با آقای سجادی ادامه بدیم. کوتاه سجادی صاحب، حداقل ای که معاون سیاسی گروه طالبان میگه درباره نظام آینده و چگونگی در مذاکرات صلح تصمیم گرفته خواهد شد، یک خبر خوش است. خب نفس این که میگه در به هر حال ما آمادگی داریم که روی بعضی از موضوعات مذاکره بکنیم میتونه خبر خوش باشه. طبعا وقت اصل مذاکره رو طرف بپذیرند، برای اجندا و موضوعات مورد مذاکره بحث های جدی وجود داره، از جمله در ارتباط با ماهیت نظام سیاسی آینده. همه ما از نظام سیاسی اسلامی سخن میگوییم، اما در رابطه با تفسیر نظام اسلامی و در رابطه با تعریف عناصر و فاکتورهای اساسی نظام اسلامی، به خصوص نقش مردم در نظام اسلامی و حقوق اساسی اتباع، سخنهای جدی وجود داره که طبعا نیازمنده به یک فضای مساعد برای گفتگو و مذاکره سازنده است. بسیار خوبان، چه در 5 سال حاکمیت طالبان بر بیشتر بخش‌های افغانستان عملی شد، میتونه نمونه از یک حکومت اسلامی یا نظام اسلامی باشه؟ ببینید، ما اگر حکومت اسلامی را اولین مؤلفه‌اش را بحث انتخابات و رضایت مردم و اراده تمثیل اراده مردم بدانیم، آنچه که در تجربه گذشته امارت طالبانی وجود داشته متاسفانه نه با تاریخ سیاسی اسلام قابل تأیید هست، نه با مبانی نظام سیاسی اسلامی قابل تأیید است. نظام اسلامی نمیتواند ماهیت ضد مردمی یا ماهیت اجبارآمیز داشته باشد. تشکر، بسیار ادامه محور تا چند لحظه دیگر. ادامه محور. آقای محمود، فرصت از شماست. نوشته ملا برادر حتما خوانده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ارادت دارم خدمت شما جناب احمدی صاحب، خدمت دکتر صاحب معظم سجادی صاحب و بیننده های گران ارج شما. بله، ما نگاهی داشتم به چند تا اصطلاح کلی که مطرح میشه و در یک کاغذ پاره آمده. بسیار خوب، چه برداشت کردید؟ حرفای کلی بود، احساس بشه چند تا تویت و چند یک پوست، چند تا پوست فقط به کاغذ آمده تحت عنوان یک یادداشت یا نامه. درست، چیز مهمه ده اونا بود از نظر. خب بحث اساسی است که موقف حکومت افغانستان چیست. من چیز نو نیافتم، اما طور که جناب دکتر صاحب سجادی به عنوان استاد حوزه علوم سیاسی اشارات تئوریک و عملی نسبت به مبانی نظام در افغانستان کرد، ما با حرفای جناب دکتر موافق هستم. ببینین، اجازه بفرمایید که من موقف رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این خصوص با شما و بیننده ها شریک بسازم. آقای احمدی، قانون اساسی افغانستان در ماده دومش خیلی صراحت داره که دین دولت افغانستان اسلام است، به این معنا که در واقع اصل کلیدی در ماده 2 و ماده 3 صراحت بسیار واضحی داره که هیچ قانون نمیتونه در مغایرت با آموزه ها و احکام دین مقدس اسلام باشه، به این معنا که مبنای نظام افغانستان اسلامی است. ماده 4 قانون اساسی خیلی صراحت داره، میگن حاکمیت ملی به مردم تعلق دارد. بازم من با حرفای جناب دکتر موافق هستم که وقت ما از یک نظام امشمول و مبتنی بر اراده مردم حرف میزنیم، حداقل با الفبای و این نظام و با مبانی تئوریک و نظری و نظام و با تجربیاتی که این نظام ها در سطح جهان به قوام رسیده با او باید آشنا بود. نظامی که همه شمول باشه، نظامی که مبنایش اراده شهروند باشه، نظامی که مشروعیتش را اراده شهروند شکل بده، در ماده 4 قانون اساسی آمده که در واقع حاکمیت به مردم تعلق داره. ما نمیتونیم در کاغذ پاره به جای مردم افغانستان تصمیم بگیریم و چند تا اصطلاح متحد المال و کلی را بریم که ما این طور نظام میخواییم. چگونه نظام؟
نظام مردم افغانستان میخواهند بدانند که ببینن شما چی میدونین در عبارت طالبان چگونه نظام میخوان، مرادشان از نظام واقعی اسلامی چیست؟ قرائت اونا مربوط به خودشان است، ولی مردم افغانستان وقت در واقع یک طرف میای داعیه داره، بحث داره، کالو دایر بیشتر از رای جنگ در سیاست اعلامی بحث صلح مطرح میشه، ولی در سیاست اعمالی عملا جنگ شدیدی را میندازن با پروپاگاندای عجیبه. ولی برداشت ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی افغانستان، یک کشور مستقل و یکی از تابعان نظام بین الملل است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبناش در قانون اساسی افغانستان کاملا واضح است. دین دولت اسلام است، هیچ قانون نمیتونه در مغایرت با دین اسلام باشه، مبارک اسلام باشه، و حاکمیت ملی به مردم تعلق داره. از ما واضح است، در قانون اساسی آمده، در جرگه یا در مجلس مؤسسان که قانون اساسی افغانستان را تصویب کرده، در اونجا نمایندگان مردم آمده، در 162 ماده و 12 فصل حقوق و بجای بدبار. ببینید یک اشاره کوتاه، در اونجا به شکل خیلی کلی گفته که به حقوق زنا درمو بریم به این مسئله. آقای محمود، نخست درباره آنچه طالبان نظام باقی اسلامی میخواننش، در جریان گفتگوهای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان و هیئت طالبان در دوحه، شما هیچ نتونستین در باره وضاحت به دست بیارین؟ ببینید ما میخوایم خدمت شما طور عرض بکنم که ما شاهد یا گواه رویکردهای پارادوکسی از طرف این گروه هستیم. رویکرد پارادوکسی به این معنا که اینا در سیاستهای اعلامی در واقع پیوسته تلاش میکنند که با نگاه پوپولیستی به جهان بگه که ما به میز مذاکره و ما مذاکره میکنیم، پایان هر بحران یا پایان هر منازعه و هر جنگ بالاخره یک پایان داره، پایان هر جنگ صلح هست، جنگ نمیتونه پایان صلح باشه. بحث ها خیلی به شکل پوپولیستی مطرح میشه، ولی در عمل شما میادین جنگ را میبینین که در واقع اینا مصداق های بارز عدم ارادهشان نسبت به صلح است، صلحی که خواست مردم افغانستان. بسیار خوب، یعنی درباره آن چه طالبان نظام اسلامی میگن، نظام واقعی اسلامی، شما چیز تا حال نتونستید؟ شما چیز میدانین؟ به عنوان یکی از گرداننده های توانای این تلویزیون، تا حال وضاحت وجود نداره. درست. فقط یک چند در میاد داشتم که شما ببینید چند تا استیلای کلی، چند تا بحث کلان کلی که نه چگونگیش معلوم است، نه چراییش معلوم است، نه چیستیش معلوم است، و اصلا این بحث ها، بحث انتخاب بسوار. نظام بسوار. بحث انتخاب اینا بسوار. اصلا از صلاحیت یک گروه فرد نیست. بایستی وضاحت داد یا در واقع دوستان را در روشنایی قرار داد. کسایی که این بحث ها را پیش میکشه که این از حقوق بنیادین مردم افغانستان است. حالا عصر قرون وسطا نیست. در واقع این بحث ها برمیگرده به تصامیم مردم. بسیار کوتاه محمود صاحب، یک پرسش بلی نه خیر میخوایم از شما داشته باشم، پسانتر وضاحت هم در این باره از شما میخوایم. آقای برادر در این نوشته گفته که موفقیت گفتگوهای میان افغانان عملی شدن توافقنامه دو هست، شما هم به این باور است؟ باور ما است که نماینده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در میز مذاکره نشسته، موفقیت در واقع در بین در اون میز میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نماینده های ما و نماینده اونا، موفقیت زمان میشه که دست از خشونت برداشته شود. توافقنامه دوحه به عملی شدنش موفقیت را بار میره. ببینین این توافقنامه در واقع میان دو طرف بود که یک طرفش مشخص که ما هم مخالفت نداشت، یک طرفش اینا، اما دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک کشور مستقل هیئت مستقل داره، هیئتش در میز مذاکره نشسته. امروز هم تماس که با هیئت مذاکره کننده داشتم، تیم های تماس ما پیوسته تلاش میکنند تا تماس ها برقرار شود، و این متاسفانه با بهانه تراشی ها و وقت کشی ها طرف حاضر، یعنی توقع ما است که حاضر شود به مذاکره. بسیار خوب، تشکر. دکتر صاحب سجادی، مخالف این دیدگاه هستین یا موافق آنچه ملا برادر گفته؟ راه موفقیت مذاکرات میان افغانان عملی شدن توافقنامه دوحه است. خب از دید طالبان این گپ میتونه درست باشه، ولی واقع قضیه است که خود این سخن با بخش پایانی
گپی ملا برادر دوچار تناقض است. ما دوچار یک تناقض درونی را در این سخن میبینیم. از یک طرف مبنا باید توافق آمریکا و طالبا با آمریکا باشه برای حل بحران، از طرف دیگه میگه که خارجی ها اجازه بدن که افغان ها خودشان تفاهم بکنه، رای حل پیدا بکنه. اگر قرار است که خود افغان ها رای حل پیدا بکنه، پس مبنا قرار دادن یک توافق با یک کشور بیگانه و بیرونی چی منطقی میتونه داشته باشه؟ حل بحران در همون توافقنامه هم گفتگوهای میان افغانان گفته. یک، دو، تا امروز در واقع توافقنامه دوحه چیزی بیش از یک شعار یا یک نوشته روی کاغذ نیست. کدام یکی از این مفاهیم توافقنامه دوحه تا هنوز عملی شده که میتونه مبنا باشه برای آینده؟ در توافقنامه دوحه به علاوه بر بحث خروج قوتهای آمریکایی از افغانستان، بحث کاهش خشونتها بود که متاسفانه نه تنها صورت نگرفت، بلکه با بیرحمانه ترین وضعیت این جنگا تشدید پیدا کرد و در همین شبانه روز بیش از 300 نفر جوانی در واقع فرزندان امی مملکت و امی کشور به خاک خون کشیده میشه، خارجی ها کشته نمیشه، بالاخره فرزندان مسلمان امی سرزمین از بین میره. از طرف دیگر سه، در توافقنامه دوحه بحث آغاز گفتگوهای سازنده و معنادار بین دولت افغانستان و طالبان مطرح بود که هنوز بعد از 5 ماه از آغاز مذاکرات دوحه بین دولت افغانستان و جانب طالبان هیچ گونه پیشرفتی حتی روی توافق روی اجندا صورت نگرفته، هیچ گفتگوی معنادار صورت نگرفته. دلیل چی است آقای سجادی؟ دلیل من فکر میکنم که دو سه تا نکته به نظر من مهم است. اولین مسئله است که متاسفانه طالبان در جستجوی کمایی نمودن فرصت و زمان است. تلاش میکنن که هم از یک طرف افکار عمومی و جامعه جهانی را قانع بسازه که ما روی میز مذاکره نشستیم، اما از طرف دیگر هیچ اراده جدی برای ورود به یک مذاکره معنادار ندارند. چرا؟ برای اینکه میخواهند تغییر در محیط و میدان جنگ را ایجاد بکنه. اونا تلاش میکنه از تغییر در میدان جنگ روی میز مذاکره امتیازات بیشتر را به دست بیارن و خب طبعا در بین طالبان هم متاسفانه دیدگاهی یکسان و انسجام درونی وجود نداره. حلقات وجود داره که هنوزم به رویای پیروزی نظامی برای به دست گرفتن قدرت هستند که البته خب یک محاسبه فوق العاده و کاملا غلط هست. اما خب کسانی هم هستند در حلقات سیاسی طالبان که به بحث مذاکره تاکید میکنه یا حداقل این بحث را مطرح میکنه، چنانچه که در نوشته ملا برادر این قضیه مشاهده میشه، ولی از او طرف تلاش میکنن که با اعمال فشارهای بیشتر در میادین نبرد و میدان جنگی تلاش میکنه که برتری های نظامی را به دست بیارن تا بتوانند در میز مذاکره از موقعیت و موقف بالاتر چانه‌زنی بکنه. این یک قسمت قضیه است. مسئله دوم این بود که متاسفانه برخورد ایالات متحده آمریکا هم به این مسئله به جای اینکه کمک بکنه برای ورود در مذاکرات معنادار مانع ایجاد کرد. ایالات متحده آمریکا با اعلام خروج غیر مسئولانه از افغانستان به پیچیده تر شدن فضای مذاکره بین الافغانی در واقع منجر شد، به این معنا که طرف طالبان و کسانی که می جنگیدن بعد از اعلام خروج قوتهای آمریکایی یک محاسبه و یک باور غلط برایشان ایجاد شد که خب با رفتن آمریکایی ها می توانند از طریق نظامی قدرت به دست بگیرن، لذا جنگ ها رو تشدید کردن، گفتن وقتی می توانیم از این طریق بالاخره قدرت به دست بگیریم چی نیازی است که ما وقت خود را صرف میز مذاکره بسازیم. درست. اما در نوشته آقای برادر چیز متفاوت و مخالف با بحث که شما میگین آمده، گفتم ما متعهد هستیم که با جهت های درگیر در فضای احترام متقابل و پیش بریم و بر چنان یک نظام سیاسی با هم توافق برسیم که صدای همه افغان ها در آن. ببینید من میخوام عرض کنم که ما هنوز هم باید از این لحظه و بعد باید منتظر زمان باشیم که آیا این اظهارات را عمل کرده طالبان تایید خواهد کرد یا نه. تا این دم وقتی که ما مذاکره اینا استناد میکنه رفرنس میده به مذاکره دوحه و توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان، این رو ما میخوایم بگیم که تا این دم او قضیه اتفاق نیفتاده، به جای کاهش خشونت ها اقدامات صورت گرفته که بیشتر سیاست جنگی طالبان رو به نمایش میگذاره. قسمت سوم چی است؟ مشکل
مشکل سومی که در ارتباط با این بس متاسفانه وجود داشته است که نفوذ و اعمال نفوذهای بیرونی کشورهای منطقه هم در این قضايا نقش خود را داره، در جانب طالبان در روی بحث طالبان، روی بحث مذاکرات طالبان، چه بخوایم یا نخواهیم، به هر حال کشورهای منطقه، برخی از کشورهای منطقه تاثیرات بسیار جدی روی طالبان داره و تا زمانی که اونا منافع خود را نبینه در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان، من فکر میکنم که سنگ اندازی هایی را در این زمینه انجام خواهد. بسیار خوب آقای محمود، در بحث مذاکرات صلح و مبنایش هم توافقنامه دوحه و عملی شدنش، آنچه آقای برادر گفته، خلاف چیزهایی که آقای سجادی میگن، آقای حکمتیار مشکل را در جانب جمهوریت مشخصا در ارگ میبینن. خب یکی از خوبایی نظام های دموکراتیک تنوع در نظرات است. امی که و این فضا را دولت جمهوری اسلامی افغانستان فراهم کرده، نظر نیست، اتهام است، ادعا است، عرض میکنم خدمت شما، این فضا را دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک فضای پلورالیزم و کثرت‌گرایی را فراهم ساخته که احزاب، جامعه مدنی، رسانه ها هر کدامش نظریات خود را در یک فضای باز مطرح بکنه. اما آقای حکمتیار میگه که حکومت میخواهد و تنهایی تصمیم بگیره. خب این برداشت آقای حکمتیار است. من به نظریات آقای حکمتیار به عنوان یکی از چهره های سیاسی احترام دارم، اما دولت جمهوری اسلامی افغانستان چه کارهایی را کرده که اراده خود را برای رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار نشان بده؟ خدمت شما جرگه و آزادی زندانیان اینا را به معنی حداقل در موارد مسئله اجماع سیاسی. ببینید، نکته اول در بحث صلح اجماع ملی وجود داره در بحث سیاسی سل. بله، این اجماع ملی 6 سال پیش هم مشکلات خود داشت. بخیر، اجماع سیاسی در قسمت اجماع سیاسی عرض میکنم خدمت شما، در قسمت اجماع سیاسی از دو ماه، اگر شما اجازه بدین من این نکته را امروز کم وضاحت بتم، از دو ماه بدین سو رئیس جمهور افغانستان دکتر سید سجادی در جریان هستند که با چهره های سیاسی و بزرگان این مملکت دیدارهایی داره. بله، منظور با آقای حکمتیار و بله، آقای کرزی هم دیدار سازمان بله، داشتن میگن که پیشرفت نداشت، حتی عقب‌گرد. عرض میکنم خدمت شما، به منظور تقویت اجماع سیاسی. ببینید اما تضعیف شده. نه خیر، حکومت نمیتونه که بگوی آقای احمدی شما رأیتان را بریزین. حکومت افغانستان بحث اجماع سیاسی را از دو ماه بدین سو دیدارها جریان داره. دیروز هم یک دیدار ما داشتیم با آقای اسماعیل خان، پریروز هم با این چهره های سیاسی دیدارهایی داشتیم. چی است نتیجهش؟ طرز العمل ببینید. بله. تفاوت نظر وجود داره. یک، تا چه زمان این تفاوت نظر ادامه خواهد داشت؟ حداقل در کمپ جمهوریت باید انعطاف نشان داده شده. از طرف حکومت بیرون از حکومت سیاست انعطافای لازم صورت گرفته، بحث صلاحیت بود و مشکل حل شد، طرز العمل شکل گرفته، آجندا آماده است، فقط روی تعداد افراد. یکی از نظرات جناب انجینر سید حکمتیار است که اینا طرفدار یک اجماع محدود است، ولی شما میدانید که در بحث شورای عالی دولت است، میگن در بحث صلح شورا را هر قسم مایلتان از بسازین، در بحث صلح با احزاب بیرون از حکومت و یا احزاب که به سیاست های حکومت اعتراض دارن مشوره بکنین. بله. اجماع به میان خب برین، دیدگاه واحد به میان برین، طرح واحد به میان برین، همین ها معقول هستن. همه معقول است، اما اجازه بدید توضیح بدم. ببینید در افغانستان 7 حزب نیست، 6 حزب نیست، 5 حزب نیست. وقتی ما بحث اجماع را مطرح میکنیم، فلسفه وجودی و منطق اجماع یک مجموعه فراتر است. این دیدگاه درباره شورای عالی دولت است آقای محمود. بیرون از این شورا آقای حکمتیار میگه که ما گذشتیم از اون، مثلا هرچه حکومت میخواهد بکنه، اما با احزاب درباره یک مسئله ملی مشوره بکنه. بله. خب بسیج بکنه. بله، جناب حکمتیار صاحب خب نمیتونه که نمایندگی از تمام احزاب افغانستان بکنن. یکی از احزاب است. ایشان به عنوان یکی از بزرگان این کشور رهبر یک حزب است و ما برشان احترام داریم. در افغانستان احزاب متعدد وجود داره، طایفه‌های مختلف وجود داره. حکومت افغانستان نمیتونه که بر بنیاد یک رأی تصمیم بگیره. ما در راستای شکلگیری اجماع نظرات احزاب و طایفه‌های مختلف جامعه را تعیین کننده و تا چه زمان این نظرات گردآوری میکنین؟ توقعی ما است که فردا، توقعی ما نشد.
دو هفته پیش هم گفتین که فردا توقعی مش فردا تا چه زمان ادامه میدین؟ فردا آرای احزاب و کسانی که در واقع بحث‌ها باشن صورت گرفته فردا به ما برسه. اگر نشه خب اگر نشه باز یک بحث است که مربوط به مو زمان میشه، اما در این زمانه که ما باید قرار داریم داشته باشیم. اگر فکر کنیم بحث اجماع با یک بنبست رو برای شد که ظاهرا هم شده، چی میکنین؟ گزینه بی چی است؟ ببینین دولت افغانستان موقفش بسیار واضح است، اجماع صلح، اجماعی که شما خب تا حال به دست نامده دو ماه حداقل خودتان بله. میگین که نشد این کار، فرصت از دست رفته میره، شما تلفات رو میبینین، بیرون شدن قلم رو از اداره میبینین. این نکته را شما بار مسئولیتش به پای حکومت ختم نکنید آقای احمدی. اینجا یک طرف دگام است که طرفای سیاسی افغانستان است. بله. چه کردن سیاستگران؟ چه مشکل دارن؟ بگوین مردم بدانن. خب ما گفتیم که در آغاز دو تا نقطه اختلافی بود. یکی که این اجماع بحث صلاحیتش به کجا میرسه؟ نقطه دومی که بحث ترکیبش. شما اجازه بدین که من به شما بزاعت بتم. در قسمت ترکیب سه نظر مطرح بود. پایین 10 نفر، پایین 20 نفر. اینو گفته شده آقای محمود. پس ما باید به توافق برسیم. آخر کار را بگوییم. اگر نرسیم چی؟ خب اگر نرسیم ما توقعی ما نیست که نرسیم. حکومت حالا منتظر دوستای سیاسی ماست. بالاخره اگر نرسیم خب چی میکنیم؟ ما نمیخوایم که بگیم اگر نرسیم. ما نظرمون خب تا حال باید نرسیدیم. اگر نرسیم میباید نباید شود. چی میکنین؟ جنگ همین گونه ادامه بیا و وضعیت همین گونه دوام پیدا بکنه؟ اولین حرف ما پایان جنگ است. ما نگاه پارادوکسی مثل گروه طالب نداریم. اولین حرف ما پایان جنگ های 14 در افغانستان و تامین صلح هست. این خواست مردم افغانستان است. ولی بحث ما روی چگونگیش است. ببینید بحث شورا را که شما میفرمایید این حکومت تمامی فرصت کرده توپ در میدان دکتر سیمون بپرسم درباره اجماع. آقای سجادی نمیرسیم به اجماع دیگه؟ خب باید برسیم، ولی با روند فعلی که تعقیب میشه نمیرسیم. درست. خلای جدی که وجود داره فعلا هم نبود اجماع سیاسی است. من بازم کلمه اجماع رو خیلی زیاد موافق نیستم، من میگم وفاق سیاسی. بلش. یعنی توافق بین احزاب و جریانهای سیاسی تاثیرگذار در تحولات افغانستان. در این ارتباط دید من متفاوت است با دید آقای محمود، به این معنا که برسیم هم بیشترین نفع را حکومت میبره، نرسیم هم بیشترین تاوان را حکومت میبره. پس توپ در زمین حکومت افغانستان است. حکومت باید این پروسه را رهبری بکنه. وقتی میگیم حکومت پروسه را رهبری بکنه، یعنی حکومت هست که باید ابتکار عمل بکنه، حکومت هست که باید انعطاف بکنه، حکومت هست که با استفاده از هر ابزار ممکن چهره های سیاسی تاثیرگذار را دور هم جمع کنه تا ما به دیدگاه سیاسی واحد و مشترک بر سر مسئله صلح افغانستان برسیم. ایجاد صدای مشترک به نام نظام جمهوریت تمثیل کننده آن چیزی است که ما نامش بگذاریم وفاق سیاسی، و این بیش از هر کس وظیفه حکومت افغانستان. بسیار کوتاه در همین باب آقای سجادی، حکومت سیاستگران را، سیاستگران حکومت را متهم به سنگ اندازی یا توافق نکردن یا ادامه وضع متهم میسازن. چیزی که در چند برنامه اخیر میخوایم بدانم این است که در این بین، در انبوه از اتهام ها، چگونه راستی آزمایی شد و حق با کدام طرف است؟ خب یک قسمت حرف هر دو طرف درسته. حکومت که سیاسیون را ملامت میکنه یا متهم میسازه، دلیلش ایست که سیاسیون هم به هر حال امتیاز میخواید برای وفاق سیاسی، و کمترین امتیازیه که میخواین و فراتر از نقش مشورتی، نقش تصمیم گیرنده در مسائل صلح افغانستان داشته باشه. چیزی که باز حکومت زیاد آمادگی برای این کار نداره. درست. حکومت در واقع میگه که قانون اساسی تعریف شده است، مبنای قانونی حکومت هم مشخص هست، بنابراین ایجاد یک جمعی به نام در واقع شورای رهبری یا شورای تصمیم گیری، هر چیزی که شما میگید، مبنای قانونی خیلی نمیتونه داشته باشه و این میتونه تبدیل شود به رقیب یا موی دماغ برای حکومت در تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های کلانی حکومت داری. اما واقعی قضیه از طرف دیگه این بحث مسئله جدی است که به هر حال با توجه به شرایط کنونی تهدیدات مشترک فوق العاده جدی وجود داره که باید طرفین این انعطاف لازم را از خود نشان بده، و در این بین حکومت بیشتر باید این انعطاف را داشته باشه تا بتونه
بتونه جمع بکنه همه سیاسیون رو بر محوریت منافع کلان مردم افغانستان به نام حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان. درست در نوشته آقای برادر اصل بس در چند جای آمده که ما متعهد هستیم که با جهت‌های دیگر در فضای احترام متقابل به پیش بریم. در جای دیگر آمده که در نظام آینده امارت اسلامی به جامعه جهانی اطمینان می‌ده که از تهدیدات و خطرها مسون می باشه و از سوی امارت اسلامی چیز پیش نمی. در بخش دیگر گفته شده که امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی ده که از خاک افغانستان بر ضد امنیت کس استعمال شوه و همچنان به کس اجازه داده نمیشه که در امور داخلی ما مداخله بکنه. طالبان به فکر آنچه بیشتر شایع است این بخش ها و سرزبان هاست و به یک اصطلاح مبدل شده به فکر فتح هستند. خب ممکن در بین طالبان جریانای باشه که به فکر فتح باشه، باورشونی باشه که از طریق زور نظامی میتوانن قدرت به دست بگیرن، اما در درون حلقات سیاسی طالبان کسانی هستند که به خوبی میفهمند که فتح نظامی و به دست گرفتن قدرت از طریق زور نظامی امکان پذیر نیست. حتی اگر ممکن هم باشه ادامه حکومت و حکومت کردن بر مردم افغانستان از طریق اجبار و زور نظامی امکان پذیر نیست، مگر اینکه توافق بتونه رضایت و توافق به هر حال چهره های سیاسی متعلق به اقوام مختلف را بتونه به دست بیاره. بنابراین در این ارتباط من فکر میکنم که از رجزخانه ها باید عبور بکنیم، واقع بینانه بینگریم. اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، جنگ افغانستان به بنبست هست و استیلای نظامی رای حل پایان منازعه خونین چند ساله نیست. تشکر. آقای محمود، چی خواهد شد با توجه به نوشته آقای ملا برادر؟ میرسیم به صلح و بحث بسیار جدی که مانع کار شود وجود ندارد. دو نکته را باید تفکیک کرد، بخصوص احمدی صاحب تازه شروع کردیم. دو نکته را باید تفکیک کرد. یک، آیا نگاه طرف یا دشمنان مردم افغانستان یک نگاه توتالیتر، تمامیت خواه و یک نگاه نظامی است؟ اگر چنین است دوچار از نامه چه برداشت کردیم؟ خب اگر این نامه خود چند تا اصطلاح کلی است، چند تا گپ بسیار کلی یادداشت من برش گفتم خدمتتان، یک چند تا اصطلاح کلی است که و تفسیر شو و بحث شو و به تر تبدیل شو و به نظر تبدیل شو، چند تا اصطلاح کلی است. بحث اصلی است که اگر بحث فتح و بحث نگاه تمامیت خواهی نامت را باشه، این یک محاسبه اشتباه تاریخی است. فصل تغییر کرده، زمان تغییر کرده، از 20 سال به این سو یک سلسله واقعیت های شکل گرفته که به این واقعیت ها بایستی وقعی گذاشت. درست. در کنار اینا ما چه داریم در بساط که مانع فتح شویم؟ خب شما 400 هزار نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در بحث سیاسی میخواد در بحث سیاسی شما نهادهای سیاسی دارین، شما قانون اساسی دارین، شما پارلمان دارین، شما در واقع یک نظام که 20 سال عمرش است، یک قانون اساسی که در سطح منطقه جایگاه در واقع نظیر نداره. شما افغانستان امروزه با افغانستان قرون وسطای قبل از 2000 محاسبه کردن نمیتونین. شما در واقع داشته هایی را دارین که در درازای تاریخ، یعنی به خصوص تاریخ 30 سال گذشته یا 25 سال گذشته، یعنی کمتر بوده. ما نمیتونیم که از این واقعیت ها شمپوشی بکنیم. در واقعیت ها بس جداست. ما اطمینان از کجا حاصل شده که امارت بر جمهوریت پیروز نمیشه؟ یک چیز متعادل از گفتگوهای سال برمیه. ببینین دولت جمهوری اسلامی افغانستان از 2 سال بدین سو 96% عملیات های خود را خودش زمینی و هوایی انجام میداد و حالا 100%. شما میدونین که دوستان استراتژیک ما به دلیل تهدید مشترکی که متوجه افغانستان و جهان است، از افغانستان و از کمک های لازم اقتصادی، نظامی و حقوق بشری ادامه دارد از افغانستان. و ما خدمت شما به عنوان سخنگوی ممنون آقای محمود و دکتر صاحب سجادی از حضورتان، همچنان از بیننده های گرامی به خاطر حضورشان.